چند قبل اطلاعیه از سوی وزارت تحصیلات عالی همگانی شد که از مسدود شدن دانشگاه های دولتی و خصوصی خبر دادند. بحث ایجاب، رشته های نامناسب و بودن دوامدار دختران در لیلیه ها از موضوعات است که وزارت تحصیلات عالی ارائه کردند. صحبت می داشته باشیم با یک تن از استادان طبقه اوناس دانشگاه دولتی. جناب استاد، خیلی خوشحال هستیم که شما را در این بحث داریم. خب، به نام خداوند توانا و بزرگ که رحمتش بی پایان و قهر و غضبش آفت است. پلوشه اعظمی یکی از استادان پانتون دولتی هستم. خوشحال شدیم استاد عظیمی. بس رو از اینجا آغاز میکنیم، موضوع مسدود شدن دانشگاه ها از چه قرار است؟ خب، البته شب چهارشنبه یک پست از طریق استادا به ما به نشر رسید، البته از طریق واتساپ. چون اول ما را خواندم گفتم شاید یک شایعه بیش نباشه. بله. اما بعدا دیدم که یعنی منبع افغان اینترنشنال تلویزیون بود و پست ما با استادای دیگه هم شریک ساختم. چون شب بود اکثریت آفلاین بودن، نتونستن که بر ما جواب بدن. بعضی مسئولین بر ما مسیج کردن، حتی گریه میکردن که استاد بسشان زنگ زن که گریه کردن که استاد ما صبح فردا امتحان داریم، ما چطور کنیم؟ ما مادگی گرفتیم به امتحان بیم نبیاییم. خب ما برای اونا گفتیم چون شاید یک شایعه بیش نباشه یا شاید یک گپ باشه که اقدر توجه برش نداشته باشن، چون فعلا با تمام امتحانات در جریان است. خب ما مسئلین وادار به این ساختیم خیر شما فردا بین انشاءالله گپ میزنیم. خب وقتی که فردا صبح 7:30 بجه بود باید ما وقتر به پانتون میرفتیم، 8 تا 10 تا 15 امتحان چند سوال شروع بشه. چون خود ما امتحان داشتیم، پارچه امتحان همراه ما بود، پانتون رفتیم. یک تن از استادای ما بر ما زنگ زن که استاد ما البته از منطقه بگرامی کارتینوی طرف ها میامدن، گفت ما مامورین طالب دبیرو استاد است و ما را اجازه نمیده که ما از دسترک برایم و سوار موتر شویم و تا موترهای تاکسی را تمام موترهای خرد کلان اختار داده بودن که شما ایش یکی از طبقه اوناس طرف شار نمیبرین. کی ها برشان گفته بودن؟ مامورین طالب، البته همی اساکر طالب. خب اونا برای ما زنگ زن که استاد ما چطور کنیم؟ ما گفتیم خیر، اگر شما آمده نمیتونین چون ما نزدیکتر به این مسیر هستیم، ما میریم امتحان شما را میگیریم، کدام گپ نیست ما همکاری میکنیم. خب با می ترس و لرز واقعا امی بیمه ما هم میراسته داشتم، کم کم ما هم ترسیدیم. هنوز به پانتون نزدیک نشده بودیم که معاونین طالب دورادار پانتون ها بودن و موترا هم بیشتر بود تعدادش و مسئولین در پانتون اصلا پانتون کابل اجازه نمیدادن که داخل برن. اما ما توانستیم که از یک طریق داخل پانتون شویم و مسئولین هم تعداد کم آمده بودن. تقریبا ما امتحان یک 20 دقیقه یا نیم ساعت به تعویق انداختیم تا کسایی که در مسیر دور بودن اونا هم رسیدگی بتانن تا از امتحان نمانن. و دمی اسنایی که ما شروع میکردیم امتحان هم میگرفتیم، دخترها هم گریه میکردن، هم سر صدا بود و بعضشان میگفتن که استاد قسم ما شنیدیم که امروز آخرین روز ما است. ما باز اونا را امیدواری میدادیم، تشویق میکنیم، دیگه میگفتیم شما به امتحان را بدل جمع بدین، باز بعد از اون معلوم میشه هنوز هیچ کدام گپ نیست. خب بالاخره امتحان شروع شد و امتحان در جریان امتحان بودیم که رئیس پانتون آمد بر ما بلاغ کرد که شما مسئولین امتحانشان را بگیرین و برشان بگین که تا هم رسانی دیگه نه مسئولین آمده نمیتونن، چون ما فکر کردیم خیتانهایی مختص برای مسئولین طبقه اوناس است. بله. اما بیخبر از این بودیم که تنها برای مسئولین طبقه اوناس نیست، بلکه برای استادا و برای کارمندای پانتون طبقه اوناس هم است. خب همتان به یک نحوه خلا شد و این سر روی مسئل زیاد تاثیر داشت. بخاطر اکثریت مسئولین میخواستاد ما درس خوانده ما نمیفهمیم چی نوشته کنیم، که واقعا روحن همه گیره زجر میداد و بعض گریه میکرد، بعض چون از سیمای هر کس ظاهرش معلوم میشد که یعنی در چی حالت وخیم قرار داریم. بله. حتی من خودم اون صبحی که داخل پانتون میشدم تو احساس میکردم که حال سرم صدا میشه که استاد باش داخل نرو. بله. یعنی تو احساس میکردم شاید سرم صدا شوه. یعنی در این چند وقت من هیچ حالت تجربه نکرده بودم. زمانی که با این تجربه جدید روبرو شدین حستون چی بود؟ باور کنین یک حسی بود که اصلا هیچ قرار نداشتیم و فقط کسی که دست پاچه شده باشه و رای خود گم کرده باشه همه ما
امی وصولای که داتا چون از ما بلاک و طبقه و ناس بخی جداست از طبقه زگور بله. یعنی کلن همه گیش طبقه و ناس بود ایش کلن مانی را ما احساس نمی کدیم که یعنی در آینده شاید که باعث شود که پانتون بسته شود چون بعضی موضوعات را که ناتذکر دادن که شایعی که هست که میگن که دخترها اجاب مراد نمی کد ما به این معتقد نیستم بخاطر که یونیفرم امی چپان به یونیفرم کلی مسئلین ما بدل شده هیچ مسئل کارمند یا استاد نیست که بدون چپان دراز و سیاه و حجاب داخل پانتون شده حتی اصلا نزدان دروازه اجازه نداره داخل شده اگر اندک چپانش یا حجابش به گفته اینا کوتاه باشه یا کم تنگ باشه اصلا اونها اجازه ندارن داخل پانتون برن خب واقعا یک روزی بود که زیاد مایوس کننده بود دخترها خداحافظی میکردن از هم دیگر بعضشان گریه میکردن و حتی بعضشان تقاضا میکرد که استاد چند دقیقه باشین ما با شما صحبت کنیم که آخرین روز ماست واقعا بسیار یک وضعیت دردناک بود جناب استاد تحصیل تنها بر طبقه اوناس یعنی دخترها من شده بود چرا استادی از شما گرفته شده؟ خب به نظر من چون اصلا اینا مخالف نام زن هستن که در دولت یا در مراکز مختلف کار کنن اینا تنهایی موضوع مطرح نیست که اینا مسئولین هستن در کل یعنی استادا مامورین همه گیر اینا مخالفت به این نشان میتن که باید خانه نشین شون خب به امی که نام مهرسی هایی که به نام زن سر ما من زده شده و نمی باعث شده که ما از تمام حق و حقوق اولی خود محروم شویم البته از دیدگاه از اینا الان که کشورهای اسلامی دیگه ما شما داریم که زن رهبری میکنه تمام کشورهای اسلامی دیگه است که زنها به بسیار سمتهای بالا قرار دارن و ایفای وظیفه میکنن با مو اجاب اسلامی با مو حق و حقوق اولیه که یک مرد او امتیاز برش داده میشه بر خانم همونجا داده میشه بله. اما در کشور ما متاسفانه گفتم زن بودن مثل یک لکه ننگ و سیاهی است که حتی بعض اوقات ما هم میگیم کاش که ما زن نیم بودیم مرد می بودیم شما ای که میخواین که مثلا نباید یک زن می بودین و یک مرد می بودین فکر میکنین همچون مشکل وقت بر شما نمی بود خب مشکلات فعلا که ما شما ترجمه میکنیم تنها این صد رای خانما نیست آقایان هم با این مشکلات مواجه هستن که از قبیل مشکلات مختلف است که همه ما شاهد هستیم اما حداقل خب میتونستیم که ما یک نانآور به خانه خود باشیم چون اکثریت خانما که هستن کلن اونا نانآور خانه خود هستن و تمام مخارج اطفالشان فامیلشان به عهده از اوناست اقلا ما می تحصیلی که کردیم قدر که عمر ما را زایی ساختیم تحصیل کردیم به یک جای بالاخره خود رساندیم امی خایف نمی شد یعنی می تانستیم که در اجتماع اقلا به منحیص یک مرد بدون از اینکه مثلا ما محرم داشته باشیم گشت گذار کنیم حالا فعلا ما از همه حقوق زندگی محروم هستیم از برخورد نیروهای امنیتی به ما گوین که آیا فکر میکنین که برخورد نیروهای امنیتی و همچنان مانع شدن وزیر تحصیلات عالی زن ستیزانه بوده میتونن؟ این را میتونیم بگیم زن ستیزانه است به خاطر است که از روزی که وزیر تحصیلات عالی نو مقرر شد اونا می گپشان بود که دختر خانمای خانما بی حجاب هستن الان که ما شما از طریق دنیای مجازی یا صفحات اجتماعی به وضاحتی را دیده میتونیم که هیچ یک از دختر خانمه که چی در مراکز خصوصی است چی در مراکز دولتی تحصیل میکنن یا مراکز آموزشی خصوصی است هیچ یک بدون حجاب شرعی اینا بیرون نمیبراین و اینا مختص به ای که چطور بتونن که زن و وسیله دست خود اولی دست خود قرار بدن تا امو خواسته و مرامی که دارن به او برسن یعنی ما را مثل یک گروگان گرفتن یعنی هر کاری که بخواین سر خانما او را تطبیق میکنن تا بیشتر بتونن که به مرام و اهدافی که دارن برسن البته تقاضایی که از جامعه جهانی یا بعضی موضوعات است که او نمیتونیم ما شما آزادانه را بگوییم یعنی به او اهداف خود برسن یعنی مثل یک وسیله ما را استفاده میکنن هر قدر که سر خانما فشار بیشتر بیارن با اون قدر اونا فکر میکنن که ما قدرتمندتر هستیم شما خودتان من حیث یک بانو و همچنان یک استاد دانشگاه فعلا چقدر زیر تاثیر هستین؟
خب کلن یک زجر روحی و روانی است. خب زجر فیزیکی را اکثریت تجربه کردن، اکثریت دختر خانمها تظاهرات کردن، لت خوردن و بسیار خشونت ها علیشان صورت گرفته. اما این زجر روحی روانی را که ما میکشیم این بسیار شدیدتر از زجر فیزیکی است. به خاطر که روح روان ما وقتی که آرام نباشه، اما امیدهای داشتیم همش به حساب نقش برهاب شد. ما باور کنین که لحظه از وقتی که از درس فارغ میشدیم لحظه را ما بیکار نبودیم، چون ما سر بعضی موضوعات علمی بود کار میکردیم. یعنی زحمت همگی استادا زحمت زیاد کشیدن، با وجودی که ما یک خانم هستیم، مسئولیت خانه را داریم، مسئولیت اولادای خود داریم، دیگه مسئولیت های دیگه در خانه داریم، ما باز هم کوشش میکردیم که در سطح اکادمیک خود برسانیم. یعنی همی اینا واقعا ما را زجر میده که حالا مثلا ما نمیتونیم که از او کتابخانه و از او وسایلی که استفاده میکنیم برای تحقیق و برای بعضی کارهای علمی خود از او استفاده کنیم، حالا منحصر به خانه هستیم و واقعا زجر دهنده است. چون وقتی که روح روان ما آرام نباشه ما نمیتونیم که هیچ مسئولیت زندگی خود تمام مسئولیت خود پیش بریم به شیوه درستش. پیامد همچون تصمیم که سوی وزارت تحصیلات عالی گرفته شده آخرش چه خواهد بود؟ خب خواست ما بسیار خواهشانه از امارت اسلامی است که لطفا درباره تصمیم خود تجدید نظر کنند. این رقم نمانند که وطن ما به طرف جهل نادانی بیشتر بره و ما بیشتر غرق شویم در جهل نادانی. به خاطر هر خانمی که در پلی یک مرد کار میکنه، اونا قبل قسمی که واضح است که زن و مرد مستلزم هم دیگر هستند. یعنی هیچ وقت مرد بدون زن کامل نیست و زن بدون مرد کامل نیست. یعنی ما مسئولین داشتیم که طبقه ذکور ما درس میدادیم، طبقه اونا ذکور درس میداد، ذکور هناس درس میداد. یعنی طور دانشگاه به این قسم نیست که اونا کلن استاد کافی برای تدریس دارند. یعنی در بعضی رشته هایی است که خانما مختص به او رشته ها مربوط خانماست و خانما می رفتن تدریس میکردن. اما حال این یک پیامد بسیار ناگواره داره و این نمیتونه که می سیستم فعلی تحصیلاتی که برای طبقه ذکور اینا مهیا کردن یک کامیاب و موفقانه باشه، به خاطر که اکثریت کارهایی بود که او را خانم ها پیش می برد برای طبقه ذکور. بله استاد، شما در این عرصه تنها نیستین، بلکه تعدادی از استادان دیگری هم در کنار شما هستن. تصمیم شما در فرجام چیست؟ خب من به یقیده هستم، یعنی این رای حل نیست که یک چند دختر خانم تظاهرات کنه و باز اونا پس دوباره سرکوب شون. ما مطمئن متقاعد به هستم که اگر کله به شکل کلی تمام خانمها دختر خانمها نه، بلکه مردها هم باید پلی زنا مثل که کشور اسلامی ایران تظاهرات کردن، یعنی مردها هم پایه با خانما بودن، مردها هم باید اینجا خانما را تنها نگذارن. به خاطر این تنها مسئله خانما نیست، این مسئله است که یک خانم مادر است، خواهر است، دختر است. یعنی باید حمایت کنن از هر لحاظ، باید از طریق مردها حمایت شوند، یک تظاهرات سرتاسری شود، که چون اگر یک جمعیت کوچک باشه و زود سرکوب میشه، اگر یک جمعیت بزرگ باشه مثل سیل واره هر چی که در سر راهش باشه او را از بین میبره. و من به این معتقد هستم که اگر یک تظاهرات سرتاسری صورت بگیره، و چون به خاطر خاص حقوق ماست، حق ماست، حق تحصیل. امروز که ما را گفت شما اجازه به دانشگاه ندارین که بین، خب فردا بر ما میگه که شما ماش هم برتان نیست. یعنی حق حقوق ما را هم مادست میدیم. پس خواهش ما از تمام خانما و آقایای تمامی کشوری است که باید هم مادست و هم بتیم و یک تظاهرات کلی داشته باشیم تا بتانیم که یک رای حل به این موضوع پیدا شود و توجه جامعه جهانی بیشتر شود. خب برای یک محکوم کردن و تقبیه کردن این رای حل نیست، باید عملا دست به کار شوند تا این حالت از این که وخیمتر نشه. چون شما خبر دارین که چندین دخترها دست به خودکشی زدن و اونا در یک سن هستن که واقعا اینه درک نمیتونن، چون یک بسیار غم بزرگی را احساس میکنن زمانی که نا تحصیل بازمانده شدن.
و هر کس هم آرزویی که داشت همش کارش نقش برهاب شد. به او خاطر ای روحن واقعا تمام مردم افغانستان از اجر میده، تنها خانما را نه، هر پدر و مادر که یا هر برادر که نتانه که خواهرش، دخترش، خانمش تحصیل نکنه، خب اونا منحصر به خانه میشن، بالاخره یا به سوی خودکشی روی میرن یا روانی میشن و این بسیار پیامدهای ناگوار در تمام خانواده ها داره. اگر اجازه بتین میخوایم کم شخصی تر صحبت داشته باشیم. شما مادر هم هستین در خانواده، چند فرزند دارین؟ ما 4 فرزند دارم، 2 پسر 2 دختر. دختر کلان ما صنف 7 است، یعنی سال دوم است که از تحصیل میمانه. بله. و صرف در خانه است و حال ما امید داشتیم که شاید امی وقتی که اعلان کردن که کنکور دخترها عقد شوه و کن یک نوید بر همگی بود، امیدوار به این بودیم که شاید ان قریب مکاتب دخترها هم باز شوه، یعنی مکاتب از صنف 6 بالاتر، اما خبر از این نبودیم که پانتونا هم بسته میشه و دختره که من 2 سال است که از تحصیل باز مانده، با وجود که من امروز در خانه کوشش میکنم، اما هر چیز از خود یک محیط خاص ضرورت داره، یعنی من نمیتونم در خانه. شما به دخترتان نگاه میکنین، او را چه قسم بررسی؟ خب واقعا بسیار دختره که رنج با او هم رنج میبرم، هم رنج میبرم. و قبل از اینکه ما پانتونا بسته شود، چون امیدوار بودیم که شاید این زمستان اگه سپری شود، شاید ما عمل پس روان دادی شود و مکاتب هم شروع شود، اما حال ابو امیدهایی که داشتیم واقعا او همیشه امیدها را دست دادیم، چون مکاتب خب بسته خمان، حال پانتونا هم دپالی شده، واقعا زجر آور است و دیگر راه ها را همین ها مزدود ساختن، نمیتونه آدم که بیرون از کشور برای جای دیگر به خاطر تحصیل اولاد خود کوشش کنه و فعلا در این حالت بسیار وخیم ما قرار داریم که امید است که خداوند یک راه حل را برای ما پیدا کنه تا از این بدبختی تمام مردم ما نجات پیدا کنه. وظیفه شما منحیث یک پدر و مادر و همچنان استاد طبقه اوناست، خواهر دختر، چی هست در این عرصه؟ خب یعنی تنها ای که ما منحصر به خانه باشیم، به خانه بشیم، راه حل نیست. قبلا تذکر برتون دادم، باید ما دست به دست هم دیگر بتیم، یک اقلا آواز خود خوب بلند کنیم، ببینیم که چی تصمیم در مقابل تظاهرات ما یا در مقابل خواسته های ما اینا دارن. و ما امیدوار هستیم که امارت اسلامی یک تجدید نظر کنن و این تصمیم خود دوباره یک غور کنن، ببینن که آیا امی بسود کشور ما، بسود وطن ما هست. چون امو در اون کشور اینا هم ایفای وظیفه میکنن، ما هم میکنیم، ما هم به این ملت مردم خدمت میکنیم، اونا هم میکنن. هر حکومتی که بیه ما جز از امو حکومت هستیم، این نیست که ما به حکومت اشرف‌غنی خدمت کردیم به این حکومت نمیکنیم، هر حکومتی که باشه ما در خدمت اولاد امی وطن هستیم، ما کمک میکنیم در صورتی که حمایت از اونا هم باشه. وقتی اونا پشتیبانی حمایت از خود خواهر و خانم و دختر سرزمین خود نکنن، پس بیگانه ها چی توجه بر ما داشته باشه؟ سرنوشت این هم دختر خانم که فعلا از تحصیل باز ماندن، از دانشگاه ها، مکاتب، کورس ها، مدارس، همه اینا آخرش چه خواهد شد؟ خب آخر هیچ آدم پیش بینی کرده نمیتونه که فردا چی میشه، چون ما هیچ وقت حتی تصورش هم نکرده بودم که روز دانشگاه برای ما بسته میشه. تنها برای محصلی نه، بلکه استادا، چون قبلا پیش از این ما یعنی آزری داشتیم، آزری امضا میکردیم، با وجودی که محصلین دختر نمی آمدن یعنی تحصیل نمی کردن، اما باز هم آزری امضا میکردیم و یک موضوع امیدوار کننده بود. اما حال قسم ما را گفتن که شما برین تا اعلان که بعدا امر ثانوی باشه شما در خانه باشین و واقعا این بسیار ناراحت کننده است و ناامید کننده است و این بسیار عاقبت خرابی داره که یک محیط محسون و آرام دوباره مو تحصیل و تعلیم خود که حق اولی هر شهروند از این وطن است او را ما به دست بیاریم و پیش بریم زندگی خود. سپاس چرا که بدون حلم ما شما نمیتونیم که یک جامعه دانا و رسیده داشته باشیم. بله، بازم تشکر از شما که در این گفتگو با ما اشتراک داشتین. تشکر از شما. قربان شما.
گفتگوی کوتاهی داشتیم با یک تن از استادان دانشگاه های دولتی. بحث ما به همین جا به پایان رسید. تا برنامه های بعد وقت به همیتان خوش. خداوند نگهدارتان.